بیا خود برای من تعریف کنیم پروژه رو. از آن محصولتون که پرونده قتل‌های زنجیری که خب عمق فاجعه‌اش خیلی عمیقه، ولی چون چارچوبی که ما وارد شدیم در 14 فروردین ماه 1379 که نهم شفاهی به من گفتن، بعد از اون داستان‌هایی که برای بعضی دوستان پیش اومده بود، من گفتم دیگه هیچ چیزی من شفاهی قبول نمی‌کنم، همه چیز باید کپی باشه. ولی با حکم رسمی که گفتم آمین نیست، گفتم نه تعطیلات بگذره روز 14 صبح 14 فروردین ماه 1379 رسما من به عنوان مسئول پرونده قتل‌های زنجیری از طرف کمیته تحقیق مسئولیت رهبری تعیین شدم. از آن محضرتون وارد پرونده شدیم که از قبل هم قضیه قتل زنجیری وقتی که آشکار شد آشکار شد، ما خیلی قبل از اون رصد کرده بودیم، خیلی سر میدونستیم، گزارش هم کرده بودیم. خب همیشه قدرت هایی هستن که نمیذارن اون چی که میخوای اتفاق بیفته. در زمان آقای سید محمد خاتمی که رئیس جمهور شدن، به زفت قاطعه میگم همون کار زیرزمینی، من همیشه دوست داشتم خب یکی نیروی امنیتی بار اومدم، پرورش نیروی امنیتی بود، همیشه دوست داشتم در پس پرده کار بکنم نه روی پرده. من همینجا میتونم بگم آقای خاتمی داره این احتمالاً این عرایض من به گوششون خواهد رسید. خیلی مطالبی بود که ما حتی مرحوم حضرت آیت الله منتظر زنان سالاله توی سخنانی 13 بهشون گفتن اختارهایی کردن در اصلاح با وزارت اطلاعات و مشکلاتی که داره. ما قبل از این کپیه گزارش برای آقا داده بود، وقتی میگم آقا منظورم همین آیت الله منتظری احمد الله علیه برای توضیح بیشتر برای دوستان شما منظور منو میدونیم، بخوام شنوندگان و بینندگان عزیزم بدونم. از محضرتون خب یه سری اطلاعات ما دیدیم، گفتیم اینها این ضعف ها هست، اینها باید اول برطرف بشه. ما گفتم خب من نمیتونم نام رسمی بزنم که بگم آقا این هست. بعد از دوستایی که بود با طریق اون وارد شدیم ما و به عنوان پیک فرستادیم خدمت آیه فلاحی، ببخشید آیه منتظری خاتمی، نه اون که آیه آیت الله منتظری من قبلش نوشته بودم که حالا که اصلاحات میخواد در کشور عملی بشه این نواقص وجود داره، اینها باید برطرف بشه. من نظر شخصی گفتم امرم به شما. این چیزی که در آخر نامه آورده بودم توسط حسن نامی که من نمیتونم توضیح بیشتری بدم در ایران هنوزم توسط ایشون من فرستادم برای قوم و ایشون هم تون سخنرانیشون به این چند نکته از اونایی که من نوشتم مثل همون سند محقق که برای خود شما ارائه کردم، بله همون جوری ما اون سند هم هست میتونیم اقایل کنیم و زنده سکت. آیت الله منتظری هم نامه نوشتن متذکر شدن، هم به صورت سخنرانی متذکر این موارد شدن. و خارج از اون ما که از دوستان فرستادیم که قضیه قتل زنجیری به اطلاعشون برسونه، یعنی زمانی که آقای مصطفی کاظمی رفتن از طریق آقای سه مرتبهشون دیدار داشتن، یکی از طریق آقای علی ربی همون عباد من. که به واسطه آیه خسرو تهرانی، دیگری هم بود یادم رفت اسم ایشونم، یکی دیگه هم بود از آقایون که سه مرتبه دیدار داشتم و همین قضیه قتل زنجیری گفتم و ایشون عبدالله مصطفی کاظمی رو که ما اون ایام قتل زنجیری گفتم ایشون با بیباوری به این قضیه نگاه کردن. خب شاید اینجوری بوده، ولی خب ما از قبلشون آگاه کرده بودیم و ایشون شاید خب سیاست بالاخره رئیس جمهور مملکت و دارای تدبیر و اندیشه بسیار بلندی بود و چون از اونجایی که میدونست خدای مصطفی کاظمی یکی از کسانی که در این قضیه دست دارد، لذا خیلی مثلا بهشون از نظر ظاهری شاید بهانه ایده بودن. خب قبل از اینکه آقای مصطفی کاظمی بده ما تو اول پیروزیشون اعلام کرده بودیم که همچه مشکلاتی هست و اینها هم باید شفتیزی بشه. یعنی طرحی بود برای قتل. اصلا قتل‌ها ببینید آقای سعید سیرجانی چه سالی کشته شدن فوت کردن، بله. کشته شدن حالا اونم اینو شهیده، بله. نظر من هر کسی که به نه حق خونش دیخته شده شهیده، خیلی قبل‌تر از اینها بود. درست من اشتباه نکنم فکر کنم سال 72 بود اگه اشتباه نکنم، بله. شما و قتل‌های دیگری یه عده زیادی کشته شده بود، خیلی بودن. میگم از اونجا ما مطلع شدیم تازه، بله.
خب یه چیزایی ما گزارش میشد ولی واقعا باورش برای ما سخت. من آیه فلاحیان از نزدیک میشستم، چند چیز مورد آیه فلاحیان هست که من تایید نمی کنم مسائلو، ولی کلیتا مسائل قتل زنجیری یک اداره معاونت 13 معاونت امنیت، یک اداره فقط التقاطش یا اداره چپش یا اداره راستش، اینا این کار رو نمی کردن. این قانون شده بود هر مدیر کلی باید یه پروژه حذف انظر یعنی ترورش یا کشتنش اسمش حذف بود. بله. حتما باید در ماه بیلان ماهانش باید چیزی به عنوان پروژه حذف میداد باید سعید امامی. آه. یه موقع میدید مدیر کلی از مدیر کل دیگه مثلا دو تا قرض میگرفت، نگو آقا این ما من چیزی ندارم بدم، شما دو تا من قرض و ماه دیگه به شما میدم. عمق فاجعه اینه، اینا چه سالا کلباچی کافی نکرده. منم قبلا به شما عرض کردم، حالا شما چه صلاح دیدی داشتید یعنی جنازه ها رو به هم دیگه قرض میدادن، دو تا رو تو من اون کشته میگه من کشتم. جنازه ها رو نه، سوژه هایی که قراره جنازه بشن.